11 اکتبر 1973 توی پاسکاگولای میسیسیپی یه شب آروم بود. کالوین پارکر و چارلز هیکسون دوستان و همکارانی بودن که توی یه کارخونه کشتی سازی کار میکردن. بعد از یه روز کاری طولانی تصمیم گرفتن برن ماهیگیری کنن که استراحتی کرده باشن. کالوین و چارلز توی همون شب یک یوفوی بزرگ دیدن. موجودات کوچیک و کمرنگی با چشمای سیاه و بزرگ بیرون اومدن. اینها شبیه هیولا بودن. بهشون نزدیک شدن. چارلز و کالوین بیشتر ترسیدن. یک حس فلجی بهشون دست داد. نمیتونستن فرار کنن، نمیتونستن حرکت کنن، نمیتونستن فریاد بزنن. تنها کاری که میتونستن انجام بدن این بود که منتظر بمونن ببینن چی میشه. این هیولاها اونا رو گرفتن و کالوین و چارلز که هنوزم نمیتونستن حرکت کنن رو به فضاپیما بردن و اینجا کابوس ها شروع شد. داستانهای مشاهده یوفو و فضایی ها توی اینترنت خیلی زیاده. این داستان و پدیده های دیگهی که در ادامش میگیم رو هم احتمالاً اگر کانال پرونده رو دنبال کرده باشید شبیهش رو شنیدید. توی کانال پرونده ما مباحث مرموز این چنینی رو روایت میکنیم. اما این بار از یک زاویه دیگه میخواییم به حادثه پاسکاگولا برسیم. قصدمون موشکافی از پدیده معروف پاسکاگولا هست و اتفاقات مشابهی که در زمان خودش کلی سر و صدا به راه انداخت. شاید یک بحث علمی پشت این قضیه باشه که در انتهای ویدیو بررسیش میکنیم. کالوین پارکر و چارلز هیکسون همونطور که گفتم در اون شب خاص یک فضاپیما دیدن که موجوداتی با قد حدوداً 2.5 تا 3 متر رو پوستی چروکیده از اون یوفو پیاده شدن. چشمای بزرگی داشتن. پنجه‌هاشون شبیه خرچنگ بود و صدای وزوز ازشون میومد. اینجا به گفته خودشون از ترس فلج شدن. بعد فهمیدن که این ترس نبوده که اونا رو فلج کرده. موجودات باهاشون کاری کردن و اونا هم بدون حرکت موندن. این موجودات کالوین و چارلز رو گرفتن و از زمین بلندشون کردن. بعد هم به شکل شناور به سمت یوفو رفتن. در یوفو هم که مثل درهای اینجا نبود، یه تیک فلز از بدنش بود که انگار به شکل در ذوب شد و راه رو باز کردن رفتن داخل. کالوین روی یک سطح صاف فلزی داخل اون یوفو بیدار شد. یک اتاق گرد، دیوارهای سفید، نور روشن و شدیدی بود که انگار از دیوارها نور ساطع می‌شد. هوای داخل فضاپیما سنگین و غلیظ بود. یک بوی فلزمانندی مثل برخورد سائقه می اومد. یک بوی ترش مثل آمونیاک هم بعضی وقتا استشمام می شد. متوجه شد که تنها نیست. یک موجود فضایی زن بالای سرش ایستاده بود. متفاوت تر از بقیه موجودات این یوفو بود. یکمی انسان مانند تر بود. چشمای بادومی بزرگ داشت. سعی می کرد که به صورت تلپاتی به کالوین اعتماد بده که توی امنیته و نمی خواد بهش آسیبی برسونه. اون زن انگشتانش رو به سمت گلو و حفره بینی کالوین برد. فرو کرد. کالوین احساس درد شدیدی کرد و سعی کرد جیغ بکشه اما نتونست. زن گفت: نترس. کاری باهات ندارم. بعد هم انگار چیزی رو از بینیش بیرون کشید. همزمان چارلز توی اتاق دیگه‌ای در حال گذروندن یک آزمایش مشابه بود. سه موجود احاطه‌اش کرده بودن. اونا از پنجه‌هاشون برای بررسی بدنش استفاده کردند. حرکات این موجودات غیر طبیعی و روباتیک به نظر می رسید. اونا هم از طریق تلپاتی باهاش صحبت می کردن. داشتن خاطرات و افکار و ذهنش رو تشریح می کردن. و توی اون اتاق یک جسم فلزی به اندازه توپ فوتبال شناور شد. احساس کرد که این جسم داره میاد روی بدنش و می خواد اسکنش کنه. حالا هر دو نفرشون در حالی که داشت روشون آزمایش می شد حس کردن که سرشون سنگین شده. دوباره دارن از هوش میرن. چشماشون بسته شد. وقتی دوباره به هوش اومدن توی ساحل کنار همون رودخونه بودن که داشتن ماهیگیری میکردن. اون فضاپیما هم رفته بود و اثری از هیچ موجود فضایی نبود. با اینکه فکر میکردن ساعتها گذشته چون توی ذهنشون کلی اتفاق افتاده بود اما وقتی به ساعت نگاه کردن فقط 20 دقیقه گذشته بود. آرومتر که شدن تصمیم گرفتن برن پیش پلیس و حادثه رو گزارش بدن. رفتن به ایستگاه پلیس. همه چیز رو برای کلانتری و افسران شرح دادن. افسرها شک کردن. فکر کردن دارن پلیس رو سر کار میذارن. برای چند دقیقه این دو نفر رو توی اتاق تنها گذاشتن. اما مخفیانه داشتن صداشون رو ضبط میکردن.
به این امید که حتما خودشونو لو میدن. بعدن که نوار رو گوش کردن فهمیدن که نه، مثل اینکه واقعا این اتفاق افتاده و فریب نبوده، چرا که تون مدتی که تنها بودن داشتن با جزئیات در مورد اتفاق مشترکی که واسهشون افتاده بود توضیح میدادن. موضوع اینجاست که همون شب مردم از جاهای مختلف گزارش دادن که نورهای مشکوکی در پاسکاگولا دیده شده و انگار ادعای این دو نفر رو تایید میکرد. طبق سوابق رسمی بیش از 50 تماس جداگانه با پلیس توی همون شب گرفته شده که این موضوع رو نشون میده. خیلی از اونها یک فضاپیمای بیزی بزرگ رو با چراغ‌های آبی دیدن، همونطور که کالوین و چارلز توصیف کرده بودن. این خبر به سرعت تو رسانه‌ها پخش میشه. معتقدان به یوفو، شکگرایان و خود همین رسانه‌ها به شهر حمله کردند. کالوین و چارلز در مرکز تمام این توجهات و حرف‌های رسانه‌ها بودند. این مرد که تحت فشار بودن توی تستای دروغ‌سنج هم با موفقیت داستانشون رو تعریف کردند. و حالا حادثه یوفوی پاسکاگولا یک اتفاق معروف شد. البته برای این دو مرد غیر منتظره و غمناک بود. این دو مرد بعدها دچار مشکلات بعد از حادثه شدند. فشار زیاد روحی رو تحمل کردند. کالوین که اتفاقاتی که براش افتاد و بعداً کتاب کرد و بعد از اینکه کمی سکوت کرده بود با رسانه‌ها مصاحبه کرد. بعد از این اتفاق گزارش‌های مختلفی از افراد اومد که می‌گفتن تو سال‌های مختلف یوفو دیدن و اونا هم روشون آزمایش شده. یکی دیگه از مشهورترین موارد تو سال 1961 رخ میده که شخصی به نام بتی به همراه همسرش بارنی هیل ادعا می‌کرد که در نیوهمپشایر ربوده شدن. اینها هم موجودات کوچیکی با پوست خاکستری و چشمان گرد بزرگی رو توصیف کردن که توی یک یوفو اونها رو مورد بررسی قرار دادن. شخص بعدی تراویس والتونه که تو سال 1975 ادعای مشابهی کرد. والتون بعد از اینکه به همراه خدمه جنگلبانی یک یوفو رو در جنگل ملی سیت گریوز میبینه ناپدید میشه. همکاراش دیدن که تراویس توسط یک پرتوی از نور از همین یوفو مورد اصابت قرار گرفته و بعد هم گم شده. به مدت 5 روز ناپدید شده بود و کلی دنبالش گشتن و زمانی که دوباره پیدا شد تراویس گفتش که اونو دزدیدن و روش آزمایش انجام دادن. کلی از این اتفاقات گزارش شده. دیگه به اتفاقات مشابهش کاری نداریم. میتونید داستانهای زیادی رو در این مورد توی کانال پرونده بشنوید. لینکشو توی توضیحات میذارم. حالا ما نمیخوایم راست و دروغ حرفاشون رو بررسی کنیم. ما دنبال جوابیم. میخوایم به یک شکل قانع کننده‌ای ببینیم چی پشت این ماجرا هست. آیا چیزهایی که دیدن میتونه پدیده ای علمی داشته باشه؟ چون مدرک فیزیکی که وجود نداره، گفته های این افراد هم که نمیتونه مدرک تلقی بشه. احتمالاً پدیده ای روانشناختی پشت این قضیه است. پدیده ای وجود داره به نام توهمات هیپناگوژیک. هیپناگوژیک به آخرین مرحله هوشیاری میگن، همون لحظه آخر قبل از اینکه خوابتون ببره. توهمات هیپناگوژیک تجربیات زنده ای‌اند که بین بیداری و خواب رخ میده. کاملاً واقعی به نظر میرسن. مثلا شما موقع خواب و اون لحظات آخر ممکنه چهره‌های عجیبی رو ببینید. صدایی رو بشنوید که مثلا یک نفر صداتون میکنه یا صدای آشنا انگار داره توی اتاق دیگه با شما حرف میزنه. حتی ممکنه احساس کنید یک فردی کنارتون حضور پیدا کرده. فلج شدنی هم که چارلز و کالوین گزارش کردن شبیه فلج خوابه. وقتی مغز شما میخواد بخوابه، عملکرد حرکتیتون رو خاموش میکنه. به نوعی فلجتون میکنه تا وقتی خوابین و مثلا دارین از دره پرت میشین، توی خواب دست و پا نزنین که بهتون آسیب برسه. ما تقریبا همیشه توی این زمان خواب و فلجی بیهوشیم. اما حالا اگه شما بیدار باشین و فلج خواب رو تجربه کنین، ترسناکه. و دقیقاً توی همین لحظه‌ای که فلجید اگه بیدار بشید صدای وزوز میشنوید. چارلز هم که این صدای وزوز رو گزارش کرده بود. خیلی از داستان‌های ربوده شدن توسط بیگانگان با تجربیات هیپناگوژیک مطابقت داره. از اتفاقاتی که براشون میفته یا چیزای تاریک و سایه مانند و شبیه صورتی که میبینن. این یکی از توضیحات علمی این پدیده‌های دیدن فضایی است. اما پدیده دیگه ای هست به نام سندروم جادوگر پیر که ما توی ایران بیشتر اونو به نام بختک میشناسیم. این زمانیه که شما خوابید و حس میکنید یک چیزی روی قفسه سینه‌تونه.
خارجی‌ها بهش میگن جادوگر پیر و البته یک سایه هم میبینید که شبیه همون جادوگر پیریه که میگن. اون فشاری که روی بدنتون حس میکنید اجازه نمیده تکون بخورید. بعضیا حس فلج بودن بهشون دست میده، احساس درد میکنن. این همون بختکیه که میگن و میتونه یکی از اون پدیده‌هایی باشه که این افراد تجربه کردن. البته که هیچ بختک و جادوگر پیری وجود نداره تو این مرحله از خواب. در اصل اینجا شما از خواب بیدار شدین، هوشیاریتون رو به دست آوردین، اما همچنان بدنتون فلجه و مغزتون دستور فلجی رو باطل نکرده که شما فکر میکنید چیزی روی قفسه سینه‌تون نشسته. حالا از این توضیحات که بگذریم، چطور میشه هر دو نفر اینها با هم یک تجربه هیپنوتیک یکسان داشته باشن؟ در حقیقت نمیتونن داشته باشن و واقعا هم نداشتن. وقتی چارلز و کالوین پیش پلیس رفتن، کالوین در مصاحبه اولیه‌اش گفته که در طول کل حادثه خواب بوده. اما بعد از اینکه چند بار صحبت کردن و چارلز اونو قانع کرد، گفت که آره خاطراتش رو از اون شب به یاد آورده. کالوین 19 ساله بوده و چارلز 43 ساله و رئیسش بوده. ممکنه تحت تأثیر قدرت رئیسش که بزرگتر هم بوده قرار گرفته و خاطرات رئیسش رو به عنوان خاطرات مشترک بازگو کرده. البته این اتفاق به صورت ناخودآگاه میفته. مثلا برای شما هم پیش میاد. شما توی جمع دوستاتونی، همه از یک خاطره سفر مشترک صحبت میکنن، اما شما تو اون سفر نبودین. بارها توی جمع و روزهای مختلف که همدیگه رو میبینید، دوستاتون از اون خاطرات مشترک سفر تعریف میکنن. این اتفاق باعث میشه بعداً حتی شما فکر کنید توی اون سفر بودین و اتفاقاً خاطرات اونها رو هم تجربه کردین. و شاید اگه جای دیگه ای بشینید، خاطرات اونا رو به عنوان خاطرات خودتون بازگو میکنید و واقعا باور میکنید که اونجا بودید. به هر حال این دو مرد قبل از تجربه اون اتفاق کمی مشروب هم خورده بودن و بعد از اون اتفاق بازم مشروب خوردن. تازه داستان چارلز در طول چند سال بعدش تغییرات زیادی داشت. جزئیات بیشتری بهش اضافه کرد. کتاب خاطراتش رو از اون شب نوشت و منتشر کرد. ولی کالوین حدود 20 سال از مرکز توجهات دور مونده بود. خب سنش هم کمتر بود. بعدم که بزرگتر شد، شروع کرد علنی با رسانه ها صحبت کرد و کتاب خودش رو مستقل از چارلز منتشر کرد. البته اگه دقت کنید، همیشه تو این موارد افرادی که ادعا میکنن یک کتاب هم نوشتن، شاید برای دیده شدن و پول درآوردن باشه. این افراد معمولاً تجربه هیپنوگوژیک رو به یک پدیده ماورایی وصل میکنن و چون خیلی واقعی دیده میشه، فکر میکنن واقعا اتفاق افتاده، در صورتی که پدیده توهم خواب بوده. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.